خب، بسم الله الرحمن الرحیم. پس امروز یک جدول برای شما جور نمونیم تا که یک کمکی از مینو بخوانیم که کارهای ما شما به اساسی با چیزایی را میخوانیم که خیلی بدن شما زیاد میخوره، تا حد را با شیت ها و با ستون ها و با انزرت کردن رو ها و مثلا کالام ها و رینم کردن چی و یعنی یک طریقش را خلاصه یاد گرفتید که یک اکسل نیاز به خط خط کشی نداره، خط کشی داخل چی آماده هست، ما فقط باید امتر بکنیم داخل چی. اما یکم منظم سازی کار داره، تنظیم سازی کار داره. اولین درسی که امروز بخیر شروع می‌کنی از مینوی چی هستن؟ فایل دو چپتر دو جایی که ما شما رستیم تا حالا اونا گپا باشه سر جای خود. پس مینوی فایل کلیک کنیم، اینجی مثل ورد باری انفو داره، نیو داره، اوپن داره، سیو داره، سیو از داره، تا اینجی را زیاد تفاوت نکنه، درسته یا نه؟ البته در قسمت انفو اندک تفاوت کرده، در این قسمت پروداکتی ایره مجبوریم کار کنیم. چیزایی که تفاوت نکرده مانند نیو، مانند اوپن، مانند سیو و سیو است، اینا رو ما از چی اسکیپ کنیم، خواه چون به خاطری که در اون شما یک بار خوب قشنگ اینا کار کردیم. اما در قسمت پرندزی کاملا بسیار متفاوته، اما کار مشکلی هستن. اینمی بخش قسمت انفو متفاوت تر هستن و آپشن چی هم باز فرق داره. آپشن چی رو باز بخیر در قسمت های آخر باز کار کنیم. پس بالای منوی فایل کلیک کنیم، اولیش به نام چی هستن؟ info یا information، نام تکمیل چیه که ما شما چی کنیم؟ به نام information میشه، معلومات. خلاصه در قسمت information شما در ورد هم دو کار را میتونستید، یکی امنیت سند را میتونستید بگیری، یکی هم مشخصات یا محتویات یک فایل را میتونید، همونطور بود یا نه؟ اما در اینجا هم امنیت یک دانه جدول یا دیتابیس را میتونید شما بگیرید، درسته یا نه؟ اما از قسمت مشخصات یا خصوصیات یک دانه جدول میتونید درج بکنید، دو کار را از اینجا میتنی. اما میم اول مشخصات یزی در اکسل و قضیات مشخصات به کار نیه، مثل ورد شما بالای ادوانس کلیک میکردید، میم در قسمت جنرال خود چی خانه پوری میکرد، در قسمت سمری خلاصه سازی میکردید در سند و اسناد خوره، مانند تایتل موضوعش چی هسته، سابجکت اینوان چی هسته، موضوعش چی هسته، اوتر نویسندهش چی هسته، مثلا نام شما ببینید ثبت هسته، چون ما فایل از داخل چی باز کردید، از داخل فلش شما به نام گلستان رضایی ثبت هسته، منیجر چی هسته، کمپانیش چی هسته، کاتگوریش به چی هسته، کیورد کدام بخشای از این مهم هستن، کامنتس کدام چیزی تفسیره ده او اضافه شما صرف کنید، مثلا هایپرلینک آدرس اینترنتی یا سایت اینترنتی خود شما در اینجا صرف کنید، باز در آخر در قسمت کاستوم توسط کی به ثبت رسیده با شما راحت کنید که در اکسل زیاد و قصچینی هستن، در صورت به کار که شما خیلی دیتابیس های رسمی بسازید. اما امنیت سند دیگه واقعا کارش زیاد است، یک قسم قلف، دو قسم، سه قسم، چهار قسم در اینجا دارید. شما در یک ورد سه قسم امنیت داشتید یا شما میه نه؟ کسایی که در ورد بودید نه همراه مون مارک از فاینل خود شما خبر دارید که موقتی برای ما چی میسازه؟ قلف. من اگه سر از این کلیک کنم بگم اوکی، حال سرنت اگه بازم بگم اوکی، این سایک قلف میسازه موقتا. یک دیتابیس شما را به شکل موقت قلف مونه یا لاک میسازه که کسی اگر اشتباهی را باز کرد برای مطالعه یا خوان ببین بودم زیاد چیز نمیتونه، انتر نمیتونه دیگه. سایک در شید قسمت پایی برایش هم اینجا هم گفته که این لاک است، داره موقتا فقط برای شما چی مونه؟ لاک مونه. خب موقتا قلف مونه برای ما و شما، ولی اگر ما این فایل مثلا قلف نیست نه، امی که دیسم بو خوره داین مطالعه سای خراب پد فرمول مونه، چون فرمول که هستن خیلی اساس تر هستن، ولی بعدا هم شما میخوانید که قسمت های ساحه ای که فرمول مهم داره باز شما رو لاک مونه، اون رو یاد میگیری بخیر که این ساحه فرمول هسته، مثلا این ساحه را کسی نباید دست بزنه، در این قسمت توتال چی نباید دست بزنه، در اینجا نباید اگر دست بزنم یه دیت نشه، بازور بخیر شما میخوانی از قسمت نمبر. اما اون موقتا برای ما شما قلف مونه، کسی اگر خود ما یک وقت مطالعه کردیم حواس ما نباشه، یعنی چیزی وارد نتونیم بودن چیز، پس در صفحه دسکتاپ اول فایل ذخیره کنیم، سیف کنیم، بعد میگیم اوکی، ببین منوها تقریبا بسته میشه، قلف میشه، سر منوها کلیک کنی همگیش تقریبا غیر فعاله، اما رمز نداره دیگه، هر کسی که وارد باشه بالای گزینه چی کلیک کنه، ادیت انیوی، پس دوباره برای ما آزاد میشه همین فایل، آزاد شد علی نه علی، مثلا از کلیک کنم هر کار میتونم. این قدر زیاد سخت نیست. گزینه دوم که هستن انکریپت پسورد است و منظور بازنمودن یک فایل کسی که بخواد باز کنه اونمو رمز بخواد، پسورد بخواد چی، پس ما میتونیم این گزینه رو بگیریم برای خود زمانی که میگیرم از ما پسورد میخواد، شما یک پسورد تایپ کنید بعد کلید انتر یا اوکی فشار بدید، زمانی که فشار میدی بازم گفت ری انتر پسورد، بازم مجبوری هم پسورد خود چی بدی، تکرار بدی، زمانی که تکرار گفتی حتما فایل باید ذخیره کنی، زمانی که ذخیره کردی از این باید خارج شوی
این فایل را بستم اونم در صفحه دسکتاپ ببین یک فایل اینجا است. سر ازی دبل کلیک کنیم، پیش از اینکه ما داخل شویم از ما پسورد میخوایم. مگم در ورد قدر پسورد چیز زیاد مهم نیست، در احمد اکسل یکم مهم است، به خاطر که اکثریت حساب کتاب شما، اکثریت محاسبه شخصی شما مثلا یا دولتی که شما دارید در داخل از واسطه، پس احتمال داره به خاطر امنیت جمع که شده شما باید قفل کنید. خیلی یا قفل کنه مردم، به خاطر از قفل نکنه نشونه گفتم کس داخل چه بوره مثلا 5000 10000 جور کنه. اگر در حساب خود شما خبر دارید کسی که در حساب انتر بونه اندک عدد تغییر بیاید، کلی فرمولا اشتباه میشه، کلی دادم توان مونی نقص مونی، پس زیر سوال مونی آخرش نه. پس پسورد خیلی نیاز است، پس 1 2 3 4 5 تایپ مونیم پسورد داخل میشیم. خواستی غیر فعال کنی حتما دم قسمت برمیگردی، یعنی اینا رو با کلید بکس پیس میزنی هست مونی و یک کنترل اس دیگه فشار میدی، چرا که ذخیره شوه. دو تا گزینه که آخر چی هست گفته پروداکت کرنسی، این ای خوب برای باز کردن چی بود، اما این دو تا که هست یکیش ساختمان چه لاک مونه گفته پروداکت ورک بوک استراکچر اما اسکلت یا ساختمان اکسل مونه و کرنسی که هست شیت فعلی رو برای ما قفل میسازه، کسی تغییرات آورده نتنه. آره دمی شیتی که هستی، ما در اینجا شیت زیاد جورنم، مثلا اینجا سایکو در اینجا هم جورنم، در اینجا هم جورنم. حالا من میم از اینا میگم پسورد میدم شیت اول، من اما واس شبه خوانده شبه مثلا از این کلیک منم 1 2 3 4 5 با شما یک پسورد آسان ندید. پایین چی داده برای شما گفته allow all user of this worksheet to، مثلا اینمی خانه ها اگر تیک مارک باشه به با این معنا که اینمی کار را میتنه. منظور چی کار را گفته select locked cell، selected unlocked cell، format cell، format column، format rows، format columns، insert row، insert hyperlink، delete row، delete column. اینم نور اگه شما تیک مارک میزنی به این معنا که برای شما اجازه هست، اما ما تیک مارک نمیزنیم میگیم اجازه نیست برای ما. بعدش میگیم اوکی، بازم پسورد اولی رو بازم وارد کنم. زمانی که وارد نم هر کسی که بیای فایل شما رو باز کنه، فایل قشنگ میتونه بخونه، دیتابیس قشنگ میتونه بخونه، جدول قشنگ میتونه بخونه. اما اگر کوشش کنه که دادم کلمه رو من تغییرات بیارم، یادداشتکاری کنم، ببین برایش مسیج میده. چی شده گفته؟ لاک شده. ما دو کار اونجا برای خوازات گذاشتیم. یکی همین که چپ کلیک ما کم میگیریم انتخاب بود، اینم انتخاب میتونیم برای فعلا. میتونیم یا نه؟ اما احتمال داره که کپی بگیره نفر از فایل شما. ببین کنترل سی در شیت دوم که بیایه قشنگ وارد میتونه یه چیزه. هیچ کدوم کپی از ما شما پرسار نمونه. در اینجا ما که کنترل وی از اینجا بگرفت کپی، به طور مثال کنترل سی در شیت دیگه که آمد کنترل وی. ببین محتویات کپی تر نیست. این کارو میتونه. اما زیاد تغییرات آورده نمیتونه. چون در منو که بیایه همگیش چی شده قد شده اینجا. این هم خیلی خوب شیسته به دست شما میخوره. پس دوباره برای غیر فعال کردن چی حتما گزینه پس دوباره سر زمون بیا پسورد واقعی رو وارد بکن، بعدش بگی اوکی. زمانی که اوکی گفتی یک بار کنترل اس بزن. دیگه و دیگه شی بود استرکچر. استرکچر به چی معنا؟ مثلا اینجا ما تایم کار جور کردیم، زمانی که راست کلیک مونم برای انزرت کار میده، دلیت کار میده، رینیم کار میده، موو کار میده و امی رقم حتی شیت هم ایجاد میتونم. ببین شیت هم ایجاد میتونم سرش کلیک کنم هیچ گپی نیست، اما او این کارا رو نمیتونه. زمانی که شما به او حالت قفل منی سر از یک کلیک کو پسورد میدی، مثلا برای شی بازم یک پسورد دیگه هم انتر میدیم. حالی که من این انتر کردیم، حالی اگر من اینجا سر از یک کلیک کنم اضافه میشه، سر از شیت کلیک تک اضافه نمیشه. ساختمان اکسل در اصل قفل کرده، در اینجا گودم گپی نیست، در اینجا گودم گپ نیست، فقط که راست کلیک کنی هم برای شما معلوم میشه. ببین انزرت بیشتر فعال بود یا نه، درج میکردیم، دلیت هست میتونستیم، رینیم تغییر نام میوردیم، موور کپی کاپی میتونستیم و هاید و ان هاید هم سایکو تاب کالر حتی رنگ هم دادن نمیتونیم بشید. در شیت دیگه هم کلیک کنی همون هم گپ هست، اما شیت هم ایجاد نمیتونی. ساحه را دیگه همون استرکچر شدم محدود ساخت. فهمیدش بخیر؟ محدود خواستم محدود تا. آره بسیار محکمی های دیگه هم داره بخیر، در اینی باز کار میخوانیم شما. خب پس دوباره انلاک میزنی، حتما پسورد واقعی رو برش تایپ مونیم، میگیم اوکی خلاص شد رفت. خب این یالی خیلی وقت هاسته که همین پسورد توپنه بازم یک بار کار کنم، یعنی پسورد توپنه. در خیلی وقت هاسته که دو بار شما پسورد میخوایم، مانند فایل ورد. باز او را شما از قسمت سیو از کار مونی. در ورد شارکت سیو چی بود؟ F12. اینجا هم اونم F12 هست. هیچ فرق نمونه. زمانی که F12 رو فشار دادم سیو باز شد یا نه؟ پس میتونم بگیرم در صفحه دسکتاپ با نام تایم کارت نام شده، از قسمت تولز میتونی جنرال برای انتخاب کنی. سر جنرال کلیک مونی چی میخوایم؟ پسورد میخوایم. یکیش گفته پسورد تو اوپن، یکیش گفته پسورد تو مودیفای. بفهم که دو تا پسورد پشت سر هم هستن، به خاطر امنیت بیشتری کارمون مردم. من پسورد میدم، ببین دینج باز در خانه دوم پسورد مختلف تایپ بونه، یکش یک از 1 تا 5، یکش از 1 تا 7. یاد از ما گرفت به شما کمک کنه. کامنتی به نام رید اونلی هم هست اینجی.
رید اونلی. اگر رید اونلی رو برای تیک مارک کنی در مخانه اولم کامنت رید اونلی می، کسی که پسورد باز نتونه برای مطالعه گزینه چی انتخاب کنه برای خود رید اونلی رو میگیره. اما ما این رو تیک مارک نمونیم، ما میگیم اوکی، گفته ری انتر پسورد، حتما مجبور هستیم که پسورد اولی رو تایپ کنیم برای خود. بعدش میگیم اوکی، بازم گفت ری انتر پسورد، مجبوریم پسورد چی رو تایپ کنیم؟ دو میره. بعدش میگیم اوکی، زمانی که اوکی بگیم خو یک بار وجود داره گفته که ریپلیس کو، من میگم سیف. زمانی که سیف مونم اولی میایم سر از تایم کارت دبل کلیک مونم باز میشن، در اینجا که باز کنم سعی کنم اول همون پسورد اولی رو میخوای از من. پسورد اولی رو اگر کس پیدا بیتنه چانس مطالعهش زیاد هست. من زمانی که اوکی میزنم بازم پسورد خورد، مگم کامنت به نام ریناندی هم فعال شده. اینیال اگر کس پسورد دومی رو پیدا نتنه حتما بالای چی کلیک کنه؟ ریتاندی کلیک کنه. ریتاندی رو کلیک کنه میتونه فایل یا دیتابیس مطالعه کنه. خلاص فهمید بخیر. دو تا پسورد پشت سر هم بودی که یک پسورد اولی مختلف بود، پسورد دومی مختلف بود. از قسمت سیوست شما یک کارم گید. پس میتونیم F12 را فشار بدیم تا بدم قسمت ما را ببره. موری پسورد غیر فعال بینی از قسمت تولز بالای جنرال اینی خانه ها را همراه بکسپیس بزن. بعدش بگی اوکی، آخرش هم باید سیف بزن. فهمیدش بخیر؟ ایگنایش خود زیاد بدر جدول ما زیاد نمیخورد، نه تا یک قسمت ها. ای بود قلف کردن یک. ولی یک کار دیگه هم میشه، اونم بیا برای شما امروز کار کنم خیره، که اگر ممکنه در پروژه های خود شما استفاده کن. در این قسمت ها سعی یک فرمول خورده یا نه خورده فرمول بار سر از اینکه دبل کلیک کنم سعی که عددی بالا با پایین جمع بشه. خلاصه اینجی که من یک چیز وارد کنم نوشته کنم 4 2 سعی که برای محاسبه مونه. من یک تایم کارت یک تایم شیت هستم، منظور میگم ساعت 100 افغانی برایش میدیم، انتر کنیم برایش مجموعه جی کشیده میشه، درسته یا نه؟ ساهایی که فرمول خورده میگیم که اینی قسمت ها را کسی دست نباید زده بیتنه، اما اینجا دست زده بیتنه. شما که اومن یک جدول جور کنید در او جایی که باید نفر انتر کنه در اونجا باید انتر شونه. اگر یک نفر نابلد ناشناس باشه شما دیتابیس دست چی میدید؟ میگید در زی محتیات انتر کو، او شاید نابلد باشه در جایی که فرمول خورده بودم انتر بزنه. او کار امکان چی هست؟ خراب نمونه کاری ما شما را. پس اینجا هم فرمول خورده است، فکر کنید این قسمت من ساحه ای که فرمول خورده پس این رقم انتخاب مونید در قسمت مرجنس می یک کم مشکل تر هست، اما این را بخیر بازم در وقتهای دیگه برای شما تکرار مونم. در قسمت پرودکت می بالای چی کلیک کنم؟ بالای تب نمبر، بالای دایلگ باکس چی؟ سر دایلگ باکس کلیک مونم، اینجا به نام پرودکت هست یک چیز. سر پرودکت کلیک کنم یک چیز به نام لاک هست یا نیست؟ لاک هست. پس ای باید کار بدید. چه طریقه کارش ای هست که شما اول کنترل ای میزنی همین بسته دیتابیس خوره. صحیح شد؟ کنترل ای اگر انتخاب نشد شما چپ کلیک مکان میگیری انتخاب کنی رقم. می در قسمتی از این نمبر می بالای پروداکت می را انلاک میزنی. انلاک یعنی لاک نشه. بعدش میگی اوکی. زمانی که اوکی گفتی این دفعه می اینی ساهار انتخاب کنی، اینی ساهارا. اینی ساهایی که فرمول خورده. کلید کنترل رو میگیری، ساهایی که فرمول خورده دو قسمت سه قسمت اگر بود کلید توسط کلید کنترل کارم. ببین من این رایده انتخاب کردم این رایده. این دفعه بازم در ما قسمت برمیگردی. در ما قسمت که برگردی گزینه چی انتخاب کنیم این دفعه؟ لاکت. بعدش میگی اوکی. زمانی که اوکی گفتیم بالا چی میگیم این دفعه؟ فرمت. سر فرمت که اومد این دفعه اینج به نام پروداکت شیت اینج هم داریم ما شما. پس این از اینج پسورد میدیم. 1 2 3 1 2 3 اوکی. حالا ببینیم که در اینج به نظر من که باید انتر شونه هیچ گپ نداره. داره. اما در این قسمت ها اگه یک نفر اشتباهی وارد کنه بودم چی داره؟ همین که بخواه وارد کنه حتی برایش مسیج میده. مسیج میده یا نمیده؟ پس اینجا من دو نوشتم اونم اونجا زیاد نوشته کردم. ولی در این قسمت ها سعی که خیلی پیسه ازی مهمه. مخصوصا این صد اگه تغییر بده 200 جور کنه. فهم که کلک مکنده است دیگه نه؟ یعنی کسی که حتی نابلد باشه در این قسمت هایی که فرمول وضع شده این در فرمول وار ببینید فرمول وضع شده چی وضع شده؟ جمع. ولی من میخوایم اینجا وارد کنم یک نفر اشتباهی اینجا وارد نه وارد میشه، اینجا وارد نه وارد میشه، اینجا وارد نه وارد نه انتر میزنه در اینجا وارد نه اشتباهی برایش مسیج میده. مسیجی که بخونه گفته که او شما در اینجا حق ندارید که انتر بکنید. به خاطر چی؟ به خاطری که قلف شده اینجا فرمول هست.